سلام به هاشیه نیوزی های عزیز، خوش اومدید به این نظامی دیگه از هاشیه نیوز. ممنون از اینکه ما رو برای تماشا انتخاب کردید و ما هم در تلاشیم تا برای شما بهترین های نظامی ایران و جهان رو آماده بکنیم. امروز هم می‌خوایم بریم به جنوب کشورمون، جایی که سامانه های اسرائیلی داشتن آماده می‌شدن که اونجاها مستقر بشن، اما برتر از اسرائیلی ها اونجا کم آوردن. در ادامه با ما همراه باشید تا به سامانه های دفاع موشک فعال در عربستان بپردازیم و از حمله یمنی ها به یکی از مهمترین فرودگاه های ریاض براتون بگیم. فرماندهی ائتلاف نظامی تحت رهبری ریاض روز چهارشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی فرودگاه بین المللی ابها را توی جنوب عربستان هدف قرار دادند. این خبر که رسانه‌ها خبرگزاری‌های بین المللی همون رو به شکل گسترده پوشش دادن، به صورت رسمی از طرف تلویزیون دولتی عربستان سعودی پخش شد. چند ساعت قبل از رسانه‌ای شدن این حمله، حوثی‌ها مسئولیت اون رو بر عهده گرفتن. سخنگوی جنبش انصارالله یمن با تایید حمله انجام شده از طرف شبه نظامیان حوثی به فرودگاه توی خاک عرب عربستان تصریح کرد که در جریان این عملیات به یک هدف نظامی حمله شده. شبکه تلویزیونی الاخباریه چند دقیقه قبل به نقل از فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرده بود که اقدامات لازم واسه محافظت از غیر نظامی ها اتخاذ میشه و شبه نظامی های حوثی باید مطابق با قوانین بین المللی پاسخگوی این حمله باشن. فرانس پرس با استناد به تلویزیون عربستان اعلام کرد که در جریان حمله حوثی ها که مشخص نیست با موشک یا پهپاد صورت گرفته، یه فرمان هواپیمای غیر نظامی توی محوطه فرودگاه ابها آتیش گرفته، اما با دخالت فوری ماموران امدادی آتیش به سرعت مهار شد. بعد از مدت‌ها که آسمان جنوب عربستان توسط ترکیب جنگنده‌های رهگیر و آواکس در برابر حملات پهپادی ایمن شده بود، یه بار دیگه انصارالله یمن موفق شد با شلیک پهپادهای انتحاری صماد و قاصف یه فروند هواپیمای مسافربری طبق اعلام منابع سعودی رو توی فرودگاه ابها هدف قرار بده. اگه این اخبار رو پیگیری کنیم، متوجه می‌شیم که دوای درد عربستان سامانه‌های پدافندی مدرن حتی با عمل کرده 100% نیستش، و این حمله نشون داد که سامانه هایی که توی عربستان مشغول دیدبانی آسمان عربستان هستن از اینکه بتونن این حملات رو دفع کنن عاجزن. چند وقت پیش بود که اسرائیل خبر داده بود که میخواست سامانه های گنبد آهنین خودش رو توی تمام کشورهای حوزه خلیج فارس مستقر بکنه، و انگار این مسئله چندان هم قرار نیست در مقابل پهپادهای یمنی کارگر باشه، چون همین الانش سامانه های پاتریوتی که توی عربستان هستن در مقابل این پهپادها بوی رحمانشون بلند شده. گفته میشه که سامانه های دفاع موشک پاتریوت بهترین در جهان هستن که حداقل بازدهیشون 50% هستش، اما این سامانه ها هنوز نمیتونن این پهپادهای انتحاری رو نابود بکنن. وای به حال گنبد آهنینی که هر روزه در برابر راکت و موشک های لبنان کم میاره. تلویزیون سعودی مدعی شد که ارتش یمن دیروز با استفاده از یه فرمان پهپاد قصد حمله به پایگاه نظامی خمیس مشید توی جنوب عربستان رو داشته. در ادامه این ادعای عربستان اومده که پدافند هوای عربستان حمله این پهپاد بمبگذاری شده رو خنسا کرده، که اینا بد نیست یه نگاهی به سوراخی که توی هواپیمای مسافربری ایجاد شده بندازن. ادعاهایی از این دست همزمان با درخواست ریاست جمهوری آمریکا واسه پایان جنگ یمن و توقف حملات افزایش پیدا کرده. تلویزیون سعودی پیشتر هم مدعی شده بود که نیروهای انصارالله پایگاه نظامی تداوین ائتلاف سعودی توی شهر معارب رو هدف حملات موشکی و پهپادی خودش قرار داده. جنگ 5 ساله یمن موجب شد تا بخش‌های بزرگی از عربستان سعودی به شکل مستقیم وارد این میدان نبرد بشن و فرصتی واسه سنجش کارایی خودشون در جنگ واقعی رو داشته باشن. ارتش عربستان سعودی هم مثل بقیه کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره متهم به وابستگی تجهیزاتی و نداشتن تجربه و توان فرماندهی یه جنگ واقعی بودن. جنگ یمن یه فرصت واسه سعودی ها بود تا خودشون رو از سایه این اتهامات و تحقیرها خارج بکنن، اما اون چه در میدون نبرد بعد از 5 سال مشاهده شد نشون میده تحلیل ها و قضاوت های عمومی در خصوص ناکارآمدی ارتش های عربی بیراه نبوده. در ادامه قصد داریم به بررسی عملکرد پدافند هوایی و ضد موشک عربستان توی جنگ یمن بپردازیم. ساختار کلی و تجهیزات در خدمت ارتش عربستان. پدافند هوایی ارتش عربستان زیرمجموعه‌ای از نیروی هوایی این کشور به حساب میاد که به دو بخش دفاع هواپایی با استفاده از جنگنده‌های رهگیر و بخش زمین‌پایه با استفاده از طیف گسترده سامانه‌های موشکی و توپ‌های هدایت راداری ساخت آمریکا، فرانسه و بقیه کشورهای اروپایی تقسیم میشه. پدافند هوایی عربستان سامانه‌های موشکی کوتاه‌برد و میان‌برد مختلفی مثل موشک‌های دوش پرتاب استینگر و میسترال، سامانه برد کوتاه کروتال ساخت فرانسه و موشک‌های میان‌برد مشهور MIM-23 هاوک رو در
حکمت دارن، اما به ندرت از اونها توی جنگ یمن استفاده شده. با توجه به اینکه موارد تهدید واسه نیروهای سعودی توی خاک یمن و یا شهرها و پایگاه‌های نظامی این کشور در خاک خودش شامل موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری بوده، عمده بار فعالیت پدافند این کشور بر عهده دو سامانه اسکای گارد، توپ هدایت راداری 35 میلیمتری و پاتریوت بوده. سامانه پدافندی هاوک. پدافند هوای عربستان از سال 1990 میلادی اقدام به سفارش سامانه ضد موشکی MIM-104 پاتریوت کرده. طی سه مرحله سفارش مجموعاً 1774 تیر موشک که رهگیر پاتریوت از دو مدل پک 2 و پک 2 جم توسط این کشور خریداری شد که تا چندی پیش تنها دارای ارتش عربستان واسه مقابله با تهدید موشکی بالستیک ارتش یمن بود. موشک‌های پاتریوت توی نسخه پک 2 فقط توان مقابله با موشک‌های بالستیک تاکتیکی و کوتاه‌برد مثل موشک اسکاد داشتن و این واسه رفع نیاز عربستان با توجه به توان موشک کشورهای منطقه کافی نبود. به خاطر همین توی سال 2014 عربستان یه قرارداد به منظور خرید 802 تیر موشک پاتریوت از نسخه پک 3 که به این کشور توان مقابله با موشک‌های سنگین‌تر و با سرعت بیشتر رو همیداد از آمریکا خریداری کرد. این قرارداد هنوز به طور کامل تحویل داده نشده، اما حدود یک ساله که نسخه پک 3 پاتریوت توی خاک عربستان عملیاتی شده. اما مشاهده عملکرد و ضعف‌های سامانه پاتریوت توی جنگ یمن و افزایش توان موشک کشورمون باعث شد تا عربستان توی سال 2017 به عنوان یه بخش از قرارداد جامع 110 میلیارد دلاری خودش با آمریکا دست به سفارش سامانه برده بلند تاد بزنه. سامانه پدافندی تاد. این قرارداد شامل 44 پرتابگر و 360 موشک رهگیر تاد، خودروهای فرماندهی کنترل و 7 دستگاه رادار کشف ANTPY2 مجموعاً به ارزش 15 میلیارد دلار بود که قراره تا سال 2024 به این کشور تحویل داده بشه. جنگ یمن و شکست شدن کمر پدافند سعودی. از سال 2015 و شروع تجاوز نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به خاک یمن و بمبارون‌های سنگین نیروی هوای این کشور علیه مردم بی‌دفاعی یمن، رزمنده‌های انصارالله هم به تلافی این حملات اقدام به حملات موشکی، راکتی و پهپادی به اهداف سعودی توی خاک یمن یا عمق خاک عربستان می‌کردند. یگان موشک انصارالله از سال اول نبرد تا حالا طیف وسیع و متنوعی از موشک و راکت‌های سبک و سنگین را علیه اهداف دشمن شلیک کرده. اصلی‌ترین تسلیحاتی که تا حالا توسط انصارالله استفاده شده شامل این موارد هستش: موشک بالستیک برکان که در واقع حاصل تغییراتی توی موشک‌های مدل SCUD و هواسونگ 6 هستش که توی دوران ارتش سابق این کشور به ترتیب از شوروی سابق و کره شمالی خریداری شده بود. 10 تیر از این مدل موشک تا حالا به سمت خاک عربستان شلیک شده. موشک قاهره M2. این موشک حاصل تغییر کاربری موشک زمین به هوای روسی S-125 به موشک زمین به زمین با برد حدود 200 کیلومتر هستش. موشک بالستیک OTR-21 توچکای ساخت شوروی سابق که منجر به پرتلفات ترین حادثه واسه نیروهای ائتلاف توی سال 2015 توی پادگان اسافر استان معارف شد و صدها نظامی سعودی و اماراتی توی این حمله موشکی به هلاکت رسیدن. موشک کروز قدس 1. این موشک توی حمله به پایگاه هوایی توی جنوب عربستان و حمله به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو توی شهرهای بوقیق و خریس مورد استفاده قرار گرفت. راکت‌های توپخونه سری بدر زلزال که معمولاً توی حمله به مراکز نظامی سعودی توی استان‌های جیزان و نجران و مناطقی از خاک یمن استفاده می‌شن. بزرگترین و اصلی‌ترین مشکل پدافند ارتش سعودی این بود که تنها گزینه برای مقابله با حملات انصارالله سامانه گران قیمت پاتریوت بود. هر تیر موشک رهگیر سامانه پاتریوت حدود 3-4 میلیون دلار هستش. مدل مقابله با تهدیدات هم بدین صورت هستش که واسه هر تیر موشک مهاجم بایستی 2 تیر موشک رهگیر پاتریوت شلیک بشه. عبور با فاصله زیاد موشک یمنی از سد موشک رهگیر پاتریوت پک 3. هرچند توی چندین مورد سامانه پاتریوت چه در خاک سعودی و چه در استان معارف یمن توی رهگیری موشک‌های یمنی ناکام بوده و خسارات شدیدی به این کشور وارد شده، اما ضربه اصلی که پدافند این کشور توی جنگ یمن متحمل شد عبور چند موشک یمنی از سد پدافند اونها نبود. اولین مورد اثبات ناتوانی سامانه پاتریوت در حفاظت از تأسیسات حیاتی این کشور به ویژه تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های نظامی به وقت حملات به موشک‌های کروز و پهپادهای انتحاری بود. بدین ترتیب این برنامه از هاشیه نیوز هم به پایان خودش رسید. تا برنامه بعدی از این کانال، خدا نگهدار.